یاب جنابودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. از ادب و احترام دارم خدمت شما همینانم، خدمت خداوندگار ایران. آقای امیر درخشان برنامه را ادایت میکنه. بار گذشته گفتگوی داشتیم با خالق لوتوس، با خالق بنای حیرت انگیز نیلوفرین در دهلی، یعنی در هندوستان، اثری ساخته یک نابغه ایرانی آقای مهندس فریبرز صحبا. این بنای عظیم، زیبا، درخشان که نماد یگانگی شده، نماد یگانگی انسان ها چون وقتی میدید توش میدید مسلمان های طرف نشستن دارن نماز میخونن، بودایی های یک طرف دارن مراسم خودشون رو به جا میارن، نجس های یک سویز دادن، هندوها یک طرف، خب متوجه میشید که سازنده اصلا در کارش موفق بوده. و هر روی با 26 سال سن یک مهندس ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه تهران رای هند میشه تا این اثر رو پیاده بکنه. باید شما با چه بوچه ای؟ $10 میلیون جمعاً هزینه این اثر طی 8 سال. یعنی با این پول شما نمیتونی آپارتمان در این خیابون سانست لس آنجلس بخرید. به روی با یک بوجه خیلی اندک این کار عظیم ساخته شده. امروز میلیون ها نفر از این کار در سال دیدن میکنن. نگاه کنید به گزارش CNN، نگاه کنید به مجموعه مقالاتی، صدها بلکه هزارها مقاله در توصیف این اثر شگفت و نازنی نگاشته شده و منتشر شده به زبانهای مختلف. خب سازنده این اثر از کردیم مهندس فریبرز صحبا، بچه مشهد خراسان، پدر ابریشم باف و تشویق مادر و انگیزه هایی که در فرزند خودش به وجود میاره برای اینکه فریبرز بره به دنبال معماری، چون در نقطه زندگی میکردن که اثری از معماری نبوده جز یک یختان یا یک یخچال. ها یک چیز شجبه با چند دادن آقای مهندس صحبا، خیلی باش، ممنونم از خب اطلاعاتی که تو اینجا دادم درسته به نسبت یعنی یه خلاصه‌ای دادم از اون چی که در بار گذشته. به من بفرمایید که این لوتوس الان مالکیتش در اختیار شماست، در اختیار دولت هند، در اختیار چیه؟ جامعه بهایی در اختیار بهاییان هندوستان. بهاییان هندوستان. بله. پولش کی داد؟ تمام ببینید اصولاً من میدونم که خیلی جالبه بعضی وقتا از شایعات و اخباری که مردم میگن و میسازن، قصه هایی که میسازن، میگن که بهائی‌ها همشون باید هر چی دارن نمیدونم سالی اینقدر اجباراً پول بدن، تبرع بدن، پول بدن. ابدا اینطور نیست. در دیانت بهائی فقط و فقط اولا دادن تبرع و برای هر کاری باید اول سری و پنهان، یعنی یعنی پولی که هر پولی که شما میخواید تبرع بدید به جایی او تبرع میخواید بدید، این پول باید داوطلبانه و مخفیانه داده بشه. یعنی شما نمیتونید بگید بلند شید در یه جلسه بگید من میخوام $1 میلیون پول بدم یا میخوام $10 پول بدم. باید اگر میخواید $10 بدید یا $1 بدید یا $1 میلیون بدید، من نباید بفهمم، خودتون باید برید پرایوت هست، مخفی مونه. و به هیچ عنوان کسی هم در دیانت بهائی اون چه که ما داریم بهائی ها دارن در اختیار هم است. یعنی به هیچ عنوان هیچ چیزی نیست که یک بهائی بگه این مال منه و یک بهائی غیر بهائی اونو حق نداره داشته باشه. تنها چیزی که مخصوص به بهائی داده شده این است که باید تبرع و دادن پول به دیانت بهائی، این یک افتخاری است که فقط به حالا میگوید که این رو من به عشاق خودم این افتخار میدم که عاشقانه خودشون دلشون بخواد یه پول بدن. این بنای ساختمان ما که رفتیم هندوستان، در هندوستان بنا این پول $10 میلیون که شما فرمودید، ما یه کوپن‌های درست کرده بودیم با عکس معبد. اینا تمام این کوپن‌ها الان در یه موزه‌ای که در داخل ساختمان هست موجوده. کوپن‌هایی که از 10 سنت یعنی به روپیه، مثلا میشه یک روپیه میشه، از 1 روپیه گرفته تا 100 روپیه، یعنی مثلا از 10 سنت تا $1 در میآمد، این یا تا ببخشید 100 روپیه در اون زمان بود $10. $10. خب میلیون ها از این در سر تا سر دهات هند در همه جا توزیع شد. چقدر جمع شد؟
این پولی که جمع شده آمده اونجا، تمام این پول از اینجا. بعدم بقیه بهائیای دنیا در هر جای دنیا میتونستن خودشونی بدن. من در اونجا خودم چون در 8 سال در هندوستان در اون ساختمان ساکن بودم، من در محل بودم. چون ببینید من سالها در ایران کارهای خیلی مهم، آخرین پروژه‌ای که من در ایران کار میکردم برای دفتر اولیا حضرت ساختمان بزرگترین موزه فرهنگی ایران، فرهنگسرای پهلوی در کاخ مرمر بود. برای دفتر اولیا حضرت کار میکردیم. آقای مهندس منوچهر ایرانپور، یکی از مهندسین بسیار ارزشمند ایرانی ما، مسئول دفتر بودن، مسئول دفتر فنی بودن، یه عده دیگه همه، و من به عنوان مشاور برای دفتر اولیا حضرت کار میکردم، اون کار انجام میدادم. هنوز اون موقع 25 سالم بود داشتم کار میکردم و اونجاست. و بعد این ساختمان، البته این ساختمان تازگی ها، یعنی بعد از من هنوز یک مقدار کمیش مونده بود که در ایران انقلاب شد و بعد دیگه مون سالها و اخیراً افتتاح شده و باز شده و ایناست. این ساختمان کار من بود و من در ساخت در با وقتی هم... تمام شد خودتو ندیدید ساختمان کار خودتو؟ من متاسفانه ندیدم. من 2 سال قبل از انقلاب از ایران خودم داوطلبانه خارج شدم، رفتم انگلستان، میخواستم برم به خاطر اینکه من در ایران با همونطوری گفتم با مهندس امانت کار میکردیم با هم دیگه، ساختمان های از قبیل سفارت ایران در پکن، ساختمان در دانشگاه آریامهر، در اون زمان حالا دانشگاه شریف از شهر دریا کنار، با مهندس امانت با هم کار میکردیم. بعد با آقای مهندس نادر اردلان که یکی از حقیقتا مهندسین بسیار با ارزش ایرانی ما هستن که من واقعا افتخار میکنم به شاگردی ایشون، سالها شاگرد ایشون هم بودم و بعد هم با ایشون همکاری میکردم در دفتری به نام ماندالا. ما در دانشگاه همدان و چند و شهر ماهشهر در جنوب ایران کار کردیم و امثالی هم. بعدم که در دفتر اولیا حضرت، برای دفتر اولیا حضرت این ساختمان رو انجام میدادم. ولی من وقتی برای ایران زحمت کشیدم، وقتی که این کار تمام، وقتی که این کار پیش آمد، کار هندوستان مسابقه پیش آمد، من تصمیم گرفتم که برای اولین بار به سبک معمارهای قدیم که خودشون بنا رو میساختن همه وقتم رو بذارم این کار انجام بدم، برای که ببینم حقیقتا هنری که از دست من برمیاد چیه، به جایی که یک کاری رو انجام بدم. مثلا ببینید ما ساختمان سفارت چین رو در اون زمان در زمان ماو ساختیم اما ما این نقشه هاشو میدادیم. چند سال جمعه موقع؟ اون موقع من همون که بچه بوده با... من همون 25 ساله بودم با مهندس امانت با هم رفتید به پکن؟ نه ما نمی‌رفتیم. ما نقشه ها رو می‌کشیدیم و اجازه هم نداشتیم در مهندسین چینی اون رو اجرایی می‌کردن و می‌ساختن. ما یک ناظر داشتیم در محل فقط، ولی ما بازی من که هیچ وقت نرفتم. بعدها که رفتم، بعد که تمام شده بود دیگه درهای چین باز شده اینا، رفتم و دیدم که فوق‌العاده‌ام خوشم میاد، یکی از کارهای بسیار زیبای ماست. ولی این در عکسشو داریم نشون بدیم؟ عکسشم رو برای باید داشته باشم من نگام یا داشته نشون بدیم عکس کاری که اگر نکه توی بس سفارت ایران در چین ساخته شما و مهندس امانت مهندس امانت و بعد دونه به دونه این کار. ولی من وقتی این پروژه برای من پیش آمد، من اون کارا رو ول کردم، گفتم خودم میخوام این کار از قدم به قدم. رفتم انگلستان با مهندسین استراکچر که اون انگلیسی کار کردم که اون رو اجرایی بکنن. طرح اولیه من که در هندوس در ایران طرح شد هیچ تغییری نکرده، همون نهاییش همون. حتی ما انجمن مهندسین انگلستان جایزه مخصوص داده به مهندسین استراکچر که تونستن این بنا رو بدون کوچکترین تغییری با اصلش بسازن. بعد رفتیم و بعد از اونجا وقتی اینو ساختم در هندوستان، همه مقاطع کارها و مهندسین گفتن غیر ممکنه ساخته بشه. بنابراین من چاره‌ای نداشتم که خودم همه زندگی و کارو ول کردم، از انگلستان رفتم به هندوستان. ازدواج اینا که نکردم، ازدواج کرده بودم با بچه‌هام و خانومم. اونا رو بردی؟ بله، بچه‌های من در ایران اونجا مستقر شد. 2 پسر من در ایران متولد شده بودن، کوچک بچه بودن که رفتیم هندوستان و در اون و واقعا کار کردن در هندوستان با 800 تا کارگری که در واقع زارعند، کشاورز آمدن اونجا و نه به 10 زبان مختلف صحبت میکنن، گرمای وحشتناک، امکانات فنی غیر ممکن. در زمان خانم گاندی بود صادرات و واردات به مملکت اجازه نداشت، اصلا اجازه نمیدادن. حتی من بعضی وقتا با خجالت میگم من یه دونه دریل توی چمدانم قاچاق کردم به هندوستان. عجب. یه دریل ساختمانی که شما تو گاراژ خونتون با ابزار ابتدایی ساختید، ابزارش رو من عکساشو به شما میدم. با این مثلا به جای دریل مته، یکی از این میله آهن میذارن، یه ریسمونی هم دورش میکشن مثل کمونچه میزنن. عجب. که این سوراخ میکنه.
اینا همش در موزه داخل ساختمان هست الان. و اون وقت اون زمان خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر بودن، مساعدت هم میکردن کاری را داشتن اصولا هیچ نوع یعنی بهائی‌ها در هندوستان نهایت نه خود دولت خوشحال بود از اینکه شنید. اصلا در زمانی که ما شروع کردیم اونا نمیدونستن این چه بنایی است، اما الان وقتی که من رفتم وزیر باور رفته بودم سفارت، رفتم در سفارت هندوستان در فرانسه ویزا بگیرم برای فرانسه، کاردار سفارت وقتی اسم منو دید آمد بیرون استقبال به من گفت که ما افتخار میکنیم که این بنایی که گفت من میخوام به شما بگم که این ساختمان شما در معرفی هندوستان به عالم بیشتر از هر کسی به ما خدمت کرده. و بعد وقتی که رفتم در هندوستان آقای جگموهان که در اون موقع وزیر جلب سیاحان بودن، ایشون منو دعوت کردن و گفتن که این ساختمان سمبل معماری بعد از استقلال هندوستان شده و فوق، و الان به شما این عکس‌ها رو میدم که ببینید که چطور در سال در 25مین سال افتتاح بنای مشغول اسکار هندوستان، این لوتوس تمپل، در تمام هندوستان دولت هندوستان پوسترهای عظیمی پخش کردن گذاشتن به عنوان مظهر اتحاد ادیان. بله. معبد لوتوس تمپل مظهر اتحاد ادیان. و بعد حتی در این دلائی لاما که من اونجا رو دیدن که اون چی گفت فوق‌العاده زیبا، ایشون 2 ساعت تمام در داخل معبد به عبادت پرداخت. شما میدونید لوتوس مقدس است از نظر هندوها، معتقدن. علتی که من این رو به عنوان لوتوس انتخاب کردم این بود که لوتوس مظهر واقعا روح، مظهر فره ایزدی در این فرهنگ های فلسفه هندوستان است. و در ایران هم که دوره هخامنشی در هندوستان به عنوان سمبل فره ایزدی در دست شهریاران هست. و ما در هندوها معتقدند که برهما خالق آسمان و زمین در داخل یک گل لوتوس به دنیا آمده. بودایی ها معتقدند که یکی از بودی ستواها در گل بود. ما در تخت در نوشته های در سنگ تراشیده های تخت رستم، نقش رستم، ما میبینیم که میترا بر روی گل لوتوس میرخصه. یعنی در دیانت زرتشت رفته است. و البته همونطور که شما فرمودید در تخت جمشید در دست به عنوان هدیه فره ایزدی به شهریار به عنوان سایه خداوند داده میشه. و همینطور در سایر ادیان، حتی در دیانت مسیحی و در دیانت بودا که میگوید که انسان باید مثل گل لوتوس باشه که در لجنزار میرویه ولی در نهایت زیبایی و لطافت بالای آب میسته. به این دلیل این بنا به قلب مردم هندوستان نزدیک مونه. خیلی از من میپرسن که چرا این ساختمان اینطوری مورد توجه هست و مردم میان، این جمعیت میان. من میگم اولین چیزی که به نظر من حقیقتا میاد این داستان لوتوس است که به قلب مردم، همیشه در ذهن خودشون لوتوس رو به عنوان خانه خدا دانسته. حتی ببینید گنبد تاج محال در واقع غنچه گل لوتوس است اگر نگاه کنید. و این حالا یک دفعه این رو میبینه، این رؤیای این رو در ظاهر خودشون میبینن. یکی دیگه حقیقتا از دلایل این است که همین که باز بودن درهای این به روی همه ادیان و به روی همه کست ها. در هندوستان شما میتونید هندو باشید ولی اگر هندوی جزو نجس ها هستید، جزو هاریجان ها هستید، حق ندارید برید در معبد هندویی که برهمن ها میتونن در اونجا برن. کست مهمترین چیزه. ولی اینجا میاد، اینجا تنها جایی است که شما میتونید درست روی همون نیمکت های داخل اینجا همه مرمر است که قابل شستن باشه، چون یک گدای برهنه لخت میاد اونجا میشینه و فردای اون روز نخست وزیر میاد روی همونجا میشینه، افراد بسیار مهم. و به این دلیل دالای لاما نماینده واتیکان از در اونجا شرکت کرده، نمایندگان تمام ادیان آمدن، نماینده سیک های از امریتسر پنجاب آمدن و این حقیقتا مظهر اتحاد این جماعت شده از باید. چه جالب. عجیبه ها. دو بنا، یکی تاج محل، یکی هر دو هم یه شکلی به ایران ارتباط دارن. یه بالاخره ممتاز محل معشوقه پادشاه گورکانی که این بنای عظیم و عاشقانه به خاطر او ساخته شده هم زاده معمار تاج محل. معمار تاج محل. بله بله. و حتی یکی از معمارها شیرازی بود دیگه، از شیراز میره با اونجا. و جالبه، عجب سرنوشتی. یه اثری دیگه
قرنها بعد توسط یک خالق ایرانی، این بار مهندس فریبرز صحبا در همونجا ساخته میشه. اینقدر این هر دو محل مورد توجه و محل عنایت در سراسر، چقدر من مقاله به زبانهای مختلف راجع به این لوتوس خوندم و دیدم، خیلی زیاد. دکتر کارامسینگ یکی از افراد خیلی محترم، دانشمندان محترم هندوستان، یک مطلبی نوشته است خیلی جالبه، میگه که تاج محال یک بنایی است که یک پادشاه قدرتمندی به قدرت شمشیر ساخته است به خاطر عشق یک همسر ایرانی، به خاطر همسرش. این معبد نیلوفری ساختمانی است که بدون قدرت هیچ پادشاهی، با عشق مردم معمولی کوچه و بازار، به عشق خداوند ساخته شده. واقعا برای من جالب بود. من یه شبی که در نصفه شب توی ساختمان، ما شب تا صبح کار میکردیم، 48 ساعت هر دونه از این برگ‌ها 48 ساعت ادامه پیدا میکرد، این یکی از این کارگرهای ما که سردارجی از این سردارجا بود، آمد اونجا ایستاده بود، من میگفت که اسمش هم ابتارسین بود، آمد به من گفت، ایستاده بود نزدیک من، من دیدم میخواد یه چیزی بگه، بهش گفتم ابتارسین یه چیزی میخوای به من بگی؟ گفت بله، با خیلی انگلیسی شکسته حرف میزد، گفت که مادر من امروز به من گفت که تو داری معبد میسازی، در یه کار معبد برای به اسم خداوند داری میسازی، ولی پول میگیری برای کارت، تو باید خجالت بکشی از خودت، باید مجانا کار میکنی، چون در هندوستان رسم است بهم میگن کار سوا، کار داوطلبانه. میگه من، گفت به من که من به مادرم گفتم که من باید سر میز غذا برای بچه‌هام غذا بگذارم، برای این پول میگیرم. گفت ولی آمدم به شما بگم که من تبرع من اینی که من خیلی سخت‌تر کار میکنم. عجب. اینقدر به قلب من اثر کرد. آفرین. مهندس فریبرز خان، مادر هیچ وقت اونجا رو دید؟ متاسفانه نه. مادر من در همون شروع این ساختمان در ایران، ایشون در ایران مونده بودن، در ایران فوت کردن و در اونجا در بودن. متاسفانه. کارهای دیگر چی از شما؟ بله بله، کارهای من در ایران رو دیده بودن. دیده بود. من در ایران دیده. خب بنابراین آرزو شاسی. بله بله، من فکر میکردم که چون ایشون همیشه برای من از اون معبد، اولین معبد بهایی در اشخابات شهر تولد ایشون ساخته شده، ایشون همش برای من خاطراتون گفتن، من همیشه فکر می‌کردم این جایزه ایشون بوده که خدا به خاطر اون عشقی که ایشون داشتن داده بهشون. بله واقعا تو متاسفانشون در ایران بودن و در اصفهان فوت کردن، حتی قبرشون هم رو در این حمله هایی که به قبرستان های بهایی کردن صاف کردن، خراب کردن. اصلا من قبر ایشون نتونستم، قلبم درد میگیره وقتی این حرفا رو میشنوم. خیلی اسباب از شده، واقعا نمیدونم آدم چی بگم، احساس شرمساری میکنه از هموطنان بزرگوار خودش. واقعا همه ما یک عذرخواهی بزرگ بدهکاریم به خودمون، اما از خودمون عذرخواهی کنیم، از خودمون. خب خیلی خوش آمدید، گفتگو با شما رو من دنبال میکنم، باید دنبال بکنیم. خیلی زیاد میخوام خاطرات دوره اقامت در هندوستان، جوانی با زن و بچه، دو تا بچه را داشته رفته اونجا مقیم شده تو اون آب و هوا و در این مملکت غریب و با 8 سال موندید. ولی 8 سال بله، وقتی تموم شد و رفتید عقب یه نگاهی کردید، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود واقعا. روزی که ساختمان، آخه ساختمان تمام داربست بود بیرونش دیگه، داربست برای مرمر و داربست بسته بودن، یک روز یک شب تا صبح داریم عکسشو. بله بله داریم عکسشو. بعد این رو داربستشو باز کرده بودن، باز کردن و اون روز یک باران خیلی قشنگی هم آمده بود، آسمانم آبی فوق العاده بود. صبح که من آمدم، یک دفعه برای اولین بار این ساختمان مثل اینی که متولد شده از توی در آمده، یک چی اصلا باورم که به قدری من حالم منقلب شد. و بعد که آمدم توی ساختمان، دیدم که این مهندس هندی ما که یعنی در واقع سر مهندس فنی سر کارگاه مقاطع کار بود، این حالش از من بدتر، میگفت به من با هیجان، میگفت دیدی میگفت این ساختمان مردم هرچی میگفتن فوق العاده عجیب بود. یعنی برای هنوزم اینطور است که اگر شما یه وقتی وارد این شهر، یه دفعه از خیابان‌های شلوغ وارد میشید، یک دفعه این رو میبینید در وسط اون باغ عظیم، حقیقتا به نظر میاد که از در یه کره دیگه هستید، سیاره دیگه. بله. خب تشکر، گفتگوی اختصاصی با مهندس فریبرز خان صبا امیرانم صحبا. اجازه بدید که این گفتگو رو پی بگیریم،
آشنا بشیم با خاطرات و تجربیات یک هنرمند برجسته و بزرگ ایرانی که اثرش احتمالاً کاندیدای ثبت در فهرست میراث جهانی است. برای نخستین باره که یک خالق زنده یعنی حیات داره خودش و اثرش از 30 سال از عمر اثر نمیگذره. مزالک قراره که این اثر بره جز میراث جهانی محسوب بشه و این به نظرم یک افتخار بزرگ برای همه ماست. میگن این جانگردان ایرانی که به هندوستان میرن خیلی علاقه دارن این ساختمون رو ببینن. خب این راهنمایان یا کسانی که در واقع اونا رو هدایت میکنن به این محل و اون محل در نزدیکی اونجا اینا رو چی میکنن؟ اتوبوس ها رو نگه میدارن و به هموطنان میگن که خب برید تماشا کنید تو برگردی. میرن تماشا میکنن، لذت میبرن و تمام رابط دلشون میخواد به بقیه بگن بابا این کار یک مهندس ایرانی است. خیلی از رو سپاسگزاریم. از فریبرز همه ما تشکر میکنیم به خاطر کار بزرگی که انجام داد. همینا تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. خب یه نبودی در جهان امکان گفت که ایتوانیسی گلی معنا شکفت. منزل اول با شما خداحافظی کردیم، این منزل بعدیست، منزل دومه. میهمان دیگری داریم، حسن شهباز عزیز، یکی از شخصیت‌های برجسته ادبی و فرهنگی ماست. من از دیرباز ارادت خاصی به او داشتم و تلویزیون بود. نخستین سفری هم که با هم رفتیم به فستیوال فیلم جوانان آسیا و واقعا مصاحبتش دلپذیر بود در کنار نادر نادرپور و شاعر برجسته پژمان بختیاری. عروی یکی از میراث‌های درخشان حسن شهباز رهاورده، مجله‌ای که او منتشر میکرد با همکاری شماری از برجستگان فرهنگ و ادب ما. خب وقتی شهباز رفت دل همه ما شکست، فکر کردیم که رهاورد با او رفته، اما چنین نشد. شعله شمس یار نازنین او که واقعا به زندگی شهباز معنای عاشقانه و پر از لطف و مرحمتی داد، راه شهباز رو دنبال کرد با همکاری دوستان قدیم و ندیم او. درود بر شعله شمس عزیز. درود بر شما جناب میبادی و بینندگان بسیار بسیار عزیز شما. خب جای شهباز هم خالی است، الان عکسش در کنار دست شما میبینم، جای حسن شهباز عزیز خیلی خالی است. بی نهایت شما اگه اینقدر دلتون براش تنگ شده ببینین من چه حالیم. حالا حق دارید شله عزیز، آخری شماره رو الان دستتونه، میتونین نشون بدید جلو دوربین؟ ما آخری شماره رو از دورا دور آخری شماره رهاورد. خب شماره تابستان رهاورد، بله، در 288 صفحه در 11 بخش مختلف. ببینم چطور این کار سوتورگ و مشکل رو دنبال کردی به تنهایی؟ جناب میبودی اول که خب از خود حسن شهباز خیلی آموختم، باهاش مقاله ها رو ادیت میکردم و بعدم میدونین به تنهایی این کار اصلا قابل ادامه نبود. بله. و دوستان همه به کمکم اومدن، مشاورینی که رهاورد دارن، هیئت تحریریه رهاورد، یعنی واقعا هر کدوم اونا همیشه میگن احساس میکنیم که رهاورد متعلق به خود ماست و با جون و دل کمک میکنن همه. شنیدم یکی از کسانی که خیلی شما رو تشویق کرد در حفظ رهاورد دکتر احسان یارشاطر بود. بله، از همون زمانی که شهباز فوت کرد دکتر یارشاطر، من خب خیلی متزلزل بودم. بله. دکتر یارشاطر مثل یک کوه پشت من ایستادن و منو راهنمایی کردن، تشویق کردن، هدایت کردن و هنوزم همینطور. و یه مژده به شما بدم که قراره که از شماره زمستان فصلنامه رهاورد، بله، خاطراتی که ایشون دارن به عنوان پاورقی در رهاورد میاد هر شماره. عجب، چقدر جالب، چقدر بعد به صورت کتاب چاپ میشه. چقدر ببینم خانم شم،
حالا ما با نحوه انتشار جنگا در ایران آشنایی داریم، میدونیم واقعا با چه زحمتی چقدر هزینه داره. میخوام ببینم در خارج چگونه است. مثلا یکی از جنگایی که در ایران منتشر میشه بسیار معتبره بخارا، که شخصیتی اون رو منتشر میکنه از شعرهای نازنینی است که واقعا این شعله رو کماکان زنده نگه داشت. شما هم سعی کردین این شعله رو در اینجا، شعله شمس ما اینجا، این شعله رو کماکان برافروخته نگه داشت. میخوام ببینم که صرف میکنه علل اصول، یعنی با این هزینه پستی، یک هزینه پست که به نظرم از هزینه چاپ بیشتره، دو اغلب این جنگ ها سنگینند و قطورن. بسیار بالا، هزینش خیلی بالاست. میدونین کارهای فرهنگی هیچ وقت منفعتی نداشته، یعنی درآمدی به اون صورت نداره، هزینه فوق‌العاده بالایی داره و یه مقدار با کمک مشترکین که خب تعدادشون هم هر روز زیادتر میشه و هر کی که رهاورد مشترکه به دوستش پیشنهاد میکنه و اونا مشترک میشن و یه مقدار هم بعضی های وقتی دستم کوتاه بوده به بعضی از دوستان رهاورد که مراجعه کردم بعضی وقتا کمک مالی کردن. خیلی وقتا هم شده از روی کردیت کارت خودم پول برمیدارم و میدارم. الان بیشترین مخاطبان شما در کدام کشور، یعنی ایرانیان کدام کشور بیشتر مشترکن؟ در آمریکا بیشترین رو داره، آمریکا بیشترین، در لس آنجلس و در بک ایست به اصطلاح طرف باستون و نیویورک و واشنگتن دی سی. و اروپا چی؟ در اروپا هم خیلی داره، در خاور دور، خاور میانه. مثلا اروپا هزینه پست چقدر خانم شمس؟ هزینه پست ارساله، هزینه پست برای آمریکا حدود، برای اروپا حدود هر شماره حدود $10 در میاد. $10 فقط هزینه پست؟ جالبه. بله. خب امیدوارم که موفق و معید باشید و در کاری که سالهاست اون رو شروع کردی تو پیگیر هستید برای انتشارش. جای حسن شهباز هم خالی است. اجازه بدید که برنامه امروز رو تقدیم بکنم به روح بزرگ سخنور که به ادب ایران خیلی کمک کرده. راستی خانم شهباز، شعرهای حسن شهباز چی شد؟ شعراش در کتابی به نام با گامهای خسته در دشتهای دور در زمانی که خودش هنوز در حیات بود منتشر کردیم و یک کتاب خاطراتشم به نام غرور و مصیبت. بله. اون رو هم در زمانی که خودش زنده بود منتشر کردیم. خب با بقیه اشعار چی شد؟ آره یه مقدار شعر مونده بود که گویا هنوز چاپ نشده. بله، بقیه اشعار اینا همه پهلوی منه که دارم دونه 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 و خیلی سخنرانی ها داره، خیلی یادداشت های مختلف داره که انشالله اینا رو همه رو به صورت یک کتاب دیگه در میاریم. چقدر لطف کردید، تشکر میکنم. بازم با شعله شمس خواهیم بود. من به شما روز بخیر میگم، خداحافظ شما. روز بخیر جناب میبودی، یک دنیا ممنون از این که با من در برنامه‌تون صحبت کردیم. راحت شکرم. خب همینان عزیز ارجمندم، اجازه بدید که با همه شما خداحافظی کنیم تا دیداری دیگر. برنامه دیگر یادم باشه مجدداً در برنامه آینده باز با آقای مهندس فریبرز صحبا خواهیم بود، سازنده لوتوس. همینطور در برنامه آینده با دکتر علی نگری در باره کشف سیاره‌های فراخورشیدی و سیاره‌هایی که از نظر طبیعی به کره زمین خیلی شبیهن، آیا امکان وجود حیات در اونها وجود داره؟ هر حال در این باره با اون گفتگو خواهیم داشت. خداحافظ شما.